زیاد نصیحت نکنیم، بگذاریم افراد خودشون فکر کنن به نتیجه برسن. بعضی از پدر مادرها این نصیحت رو راحت خرج میکنن، بچه این کارو نکن، بهت گفتم این کارو نکن، هی تذکر، هی نصیحت، بذار خودش به این نتیجه برسه. اومدن گفتن آقا بعضی از فامیلای شما کارای زشت قبیح میکنن، بعضی از خانواده شما، یا امام رضا چرا شما جلوشونو نمیگیرید؟ حضرت فرمود که من چیزی نمیگم. گفتن آقا چرا؟ حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن من از پدرم شنیدم، فرمود ان نصیحت خشنه، نصیحت خشنه، نصیحت میکنی به کسی بدش میاد، وقتی بدتر بشه چی؟ مطلق نمیخوام بگم نگی، ولی ببین امام رضا چی رو داره نگاه میکنه. پدره اومده خونه، مادره شکایت میکنه، اگه بابا تا میاد خونه شروع بکنه به موعظه و پند و اندرز و سرزنش، خب اگه اینجوری بکنه وقت بچه از اومدن پدر تو خونه تصورش چیه؟ وای بابا اومد. بعضی از بابا هم که اصلا چیزی گیر نیارن، بچه داره بازی میکنه، بچه مگه تو درس نداری؟ بابا ولش کن تو رو خدا، بچه ها رو فراری ندین از نصیحت، بلکه علاقه مندشون کنیم به نصیحت. مامانه بگه من حالا به بابات میگم نصیحت بکنه، نمیکنه که، 10 مرتبه گفتم هیچی به شما نگفت. راست میگی، بابای شیرین تر میشه. و بعد شما نصیحت میکنید کدوم کار بدو ترک کنه، بذار خودش فکر کنه، خودش بفهمه. اینجا مرکز مقاومت هست.